اعتراض‌های مردم ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهرهای مختلف با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد، امروز شنبه وارد دومین هفته خود شد. قطع اینترنت، تهدید، بازداشت و افزایش خشونت نیروهای امنیتی در چند روز گذشته هم نتوانست مانع حضور دوباره مردم در خیابان‌ها شود. افشار سیگارچی همکارم که از ابتدای این تحولات را پیگیری و گزارش کرده از اتاق خبر صدای آمریکا مروری داره بر آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌های مردم در ایران. بله پیام، امروز شنبه دوم مهر ماه به رغم اینکه رئیسی خواستار برخورد قاطع با معترضان شد و وزارت کشور در بیانیه اعتراضات مردمی را غیر قانونی خواند، اما بر اساس تصاویر و آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میشه گفت که همچنان جنبش اعتراضی زنان و مردان ایرانی در برخی از شهرهای ایران ادامه داره. شیراز یکی از این شهرهاست که از ساعتی پیش بر اساس تصاویر نشان داده میشه که تجمعات پراکنده مردمی رو آغاز کرده. در هفتمین روز از تجمعات اعتراضی مردم در تهران نیز تصاویری منتشر شده که در آن نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ادامه یا گسترش این تجمع به تظاهرکنندگان حمله می کنند. چندین ویدیو هم از شهر آمل در مازندران منتشر شده که نشان از حضور مردم در روز شنبه دوم مهر ماه دارند. همچنین تصاویری از مقابل بازداشتگاه اوین منتشر شده که خانواده دستگیر شدگان اعتراضات اخیر رو نشون میده که خواهان مشخص شدن سرنوشت عزیزانشون هستند. بر اساس گزارش ها حسین رونقی، فعال سیاسی که در 48 ساعت گذشته جمهوری اسلامی قصد بازداشتش رو داشته، امروز شنبه به دادسرای اوین مراجعه کرد، اما گفته شده که مورد حمله نیروی امنیتی قرار گرفته شد و همچنین گفته شده که او رو با یک آمبولانس به مکان نامعلومی بردند. خبرهای تکمیلی در ساعات آینده برای شما حتما خواهم گفت، اما در ادامه این مسئله اشاره کنم که در روزهای اخیر چندین و چند تن از روزنامه‌نگاران و کنشگران روزنامه‌نگار و سیاسی و فعالان مدنی بازداشت شدند و باید در مورد مسئله اعتراضات، اما اگر بخوام برگردم در ادامه اون ترفند استفاده نظامی از برخی مسائل یا مواردی که حساس یا باعث میشه که تنش برانگیز باشه، مثل استفاده از آمبولانس یا اتوبوس شهری برای جابجایی نیروهای سرکوبی یا مثلا نیروهای انتظامی یا یگان ویژه یا جمع‌آوری نیروهای امنیتی در مراکز مذهبی مثل مساجد، که اگر مردم به مقابله با اونها بپردازن، تصاویری منتشر شده که در اون نشون داده میشه که در واقع این بار از ماشین‌های آتش نشانی هم دارن استفاده میکنن برای جابجایی نیروهاشون. خب در این صورت اگر برخوردی هم از سوی مردم صورت بگیره یا بخوام به مقابله با اونها بپردازن، رسانه های حکومتی این تصاویر رو بریده پخش میکنن و مردم رو به این صورت با عنوان اغتشاشگر یا تخریب اموال عمومی توجیه میتراشن که بخوام باش از اون طریق به سرکوب ها اضافه کنن. اشاره کنم که شب گذشته هم به رغم تمام اقداماتی که از سوی حکومت صورت گرفت، هم تهدید بود، هم قطع اینترنت بود، هم افزایش میزان خشونتی که علیه شهروندان معترض است، اما جمعه شب تجمعات در شهرهای بسیاری از ایران در واقع ادامه یافت. من میتونم به برخی نام برخی از این شهرها اشاره کنم: در تهران، تبریز، ساوه، قم، رشت، فومن، دهدشت، دهگلان، اصفهان، مریوان، شیراز، گرگان و اشنویه که دیشب خیلی در موردش صحبت شد. امروز هم گفته میشه که گسیلی از نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران به سمت این شهر راه سپار هستن تا بتونن کنترل اون شهر رو در دست بگیرن. البته از سوی همزمان مقامات در واقع نیروهای انتظامی در ایران مدعی هستن که این شهر رو در کنترل دارن. در پایان هم خیلی کوتاه بگم که شبکه حقوق بشر کردستان هم در توییتی اشاره کرده که دست کم در اعتراضات اخیر 4 کودک از زمان آغاز اعتراضات در غرب ایران، اعتراض به مرگ مهسا امینی در چند شهر غرب در غرب ایران کشته شدن. سعی می‌کنم ادامه خبرهای تکمیلی که در ساعات آینده میاد رو هم برای شما بگم حتما در برنامه بعد. ممنونم. گزارش همکارم افشار سیگارچی از هشتمین روز اعتراض‌های مردمی در ایران.